غربیا در زمینه مادی یک جستی زدن، جهشی کردن در یک دورانی، اما این جهش جدا و مباین و معارض با حرکت اخلاقی بود. یه جهش 100% مادی بود. اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاد، اما حالا دارن میفهمن، دارن خسارتهای غیر قابل جبرانش رو یواش یواش احساس میکنن. کسی خیال نکنه یک تمدن مادی محض و دور از معنویت خواهد توانست آب خوش از گلوی مردم خود فرو ببرد. نه خیر، پدرشون در میاد، همین حالا داره در میاد پدرشون، نه به خاطر این تظاهرات و تو خیابونهای اروپا و اینها، نه، گرفتاری عمیق‌تر از این حرفاست برای غرب. اونچه که برای بشر در درجه اول لازم است، امنیت روحی است، امنیت اخلاقی است، امنیت وجدانی است، رضایت وجدان است. این نیست در محیط‌های غربی، و بدتر از این خواهد شد اگر با حرفای این نویسندگان و منتقدان و متفکرانشون آشنا باشید. میبینید مدت هاست، چندین سال است که صداشون در آمده است، دارن نشان میدن گوشه های فاسد شده و روبه افزایش فساد را در جامعهشون. زندگی مادی اینجوریست. بله، از لحاظ علم و عرض کنم که پیشرفت های فناوری و این چیزا پیشرفتن، کارهای بزرگی انجام دادن، اما اون طرف قضیه زمین موند و همین زمینشون میزند. اون جامعه ای مورد نظر اسلام است که از لحاظ مادی، یعنی از لحاظ ثروت، از لحاظ علم، از لحاظ سطح زندگی در سطح بالایی باشد، از لحاظ معنویت هم از در اون سطح و یا بالاتر از اون سطح از لحاظ اخلاق و معنویت باشه. این میشه جامعه اسلامی. شما